آپاچی محصول شرکت بوئینگ یک هلیکوپتر تهاجمی 4 ملخه و 2 موتوره است که به جهت جایگزینی بالگرد کوبرا طراحی شد و نخستین بار در سال 1975 به پرواز درآمد. این هلیکوپتر ویژگی ظاهر اکثر هلیکوپترهای مدرن هجومی را دارد. آپاچی دارای 2 موتور در 2 طرف و دارای 2 خدمه در پشت سر هم می باشد که خلبان اصلی در قسمت عقب کابین و کمک خلبان در قسمت جلو قرار دارد، به طوری که همزمان افسر اسلحه نیز می باشد. 2 بالچه کوچک در 2 طرف بالگرد قرار دارد که هر کدام با 2 جایگاه خارجی برای حمل تسلیحات به کار می رود. تسلیحات آپاچی شامل 1 توپ 30 میلیمتری می باشد که بین 2 چرخ فرود اصلی در جلوی بالگرد نصب شده است. این بالگرد دارای چندین سیستم پروازی پشتیبانی برای بالا بردن احتمال دوام در نبرد می باشد که افزایش احتمال زنده ماندن خدمه را در سقوط بالا می برد. آپاچی دارای 1 توپ زنجیره‌ای 30 میلی M230 می باشد که می تواند با سرعت آتش 650 گلوله بر دقیقه شلیک کند. این توپ دارای برد مؤثر 1500 متر و بیشترین برد 4500 متر بوده و توسط سامانه دید حرارتی در جلوی بالگرد توسط افسر اسلحه کنترل می شود و می تواند شب به راحتی تا برد 2000 نیز سربازان دشمن را ببیند و به طرف آنها شلیک کند. چهار غلاف در زیر نوک هر یک از بال هاست که امکان نصب 2 موشک AIM-92 استینگر را نیز دارد. همچنان این بالگرد می تواند موشک های هدایت لیزر هلفایر را از 8 تا 16 عدد حمل کند. بدنه بالگرد آپاچی از آلیاژ آلومینیوم طراحی شده، اما قسمت های اصلی بدنه در برابر توپ 23 میلی و شیشه کابین نیز در برابر توپ مسلسل 12.7 میلی مقاومت می کند. خلبان در قسمت کابین عقبی و کمک خلبان به کابین جلو قرار دارد و نیز همچنین هر دو خدمه بر روی 1 صندلی با توان جذب ضربه قرار دارد. این بالگرد از 3 چرخ ثابت بهره می برد که توان جذب ضربه برای 1 فرود سخت را دارد. آپاچی برای تحمل سقوط سخت به صورت عجیبی مقاوم طراحی شده تا جایی که به خوبی می تواند 1 سقوط آزاد از ارتفاع 90 متری را تحمل کند و تنها صدمه بسیار کمی به خدمه وارد شود. سیستم پیشرانه آن شامل 2 موتور توربوشفت T700 و 701 می باشد که هر کدام دارای قدرت 1696 اسب بخار است. موتورها نقاط دسترسی زیادی برای تعمیر و نگهداری دارند. همچنین خروجی موتور برای جذب گرما به طوری پوشیده شده است که احتمال قفل موشک بر روی خروجی آن را بسیار کمتر می کند. سیستم دیگری که بر روی این بالگرد وجود دارد، سامانه دید حرارتی بوده که به کلاه کمک خلبان این بالگرد متصل است. این سامانه بر روی 1 صفحه چرخان نصب است و با حرکت سر خلبان به همان سمت برمیگردد و تصاویر آن در کلاه کمک خلبان قابل دیدن است. کابین خلبان عقب آپاچی دارای 1 نمایشگر تکرنگ و کابین جلو دارای 1 نمایشگر 2 چشمی برای نشانگیری و شلیک توپ و موشک هلفایر می باشد. آپاچی در جنگ خلیج فارس بسیار عالی عمل کرد، اما مشکلاتی هم داشت. پرواز در شرایط طوفان شن بسیار مشکل بود و سامانه های دید شبانه برای این کار مناسب نبودند.
از طرف دیگر موشک هلفایر نیز نشان داد در نسخه هدایت لیزری در برابر آب و هوای بد به خوبی کار نمی کند و احتمال خطا رفتن موشک زیاد می باشد. بعد از جنگ خلیج فارس در سال 1992 طرح بالگرد AH-64A مطرح شد که شامل ارتقاء سامانه GPS می شد، اما این طرح به سرعت لغو شد. اما ارتش به دنبال AH-64 دی رفت که البته شروع طرح آن به قبل از جنگ خلیج فارس در سال 1990 برمی گردد. بالگرد جدید در سال 1992 پرواز کرد و در سال 1996 وارد خدمت شد. بالگرد جدید AH-64D لانگبو آپاچی نامیده می شود. لانگبو آپاچی قابلیت حمل و شلیک موشک های AGM-114 لانگبو هلفایر را نیز دارد.